بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علاقمندان نهاد گرامی برنامه تعلیمات اسلامی از شبکه نورین، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادران و خواهران گرامی به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخری برنامه با ما باشین. حالا من یک حدیثی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را می خوانم، ترجمه می کنم، بعد از او پیام های شما را می خوانم، با ما باشین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الا لا تصوموا في هذه الايام فانها ايام الاكل والشرب. صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بحث ما در ارتباط روزهای عید بود که اگر کسی روزهای عید را نظر بگیرد، روز اول عید فطر را و همین قسم روز سه روز عید قربان را کسی نظر بگیرد، حضرت امام صاحب اعظم رحمت الله علیه می فرمان که او آدم باید روزه نگیرد و قضا بگیرد، یعنی روزهای عید باید قضا بخورد و سه روز یا چهار روزی که نظر کرده بعداً قضا بگیرد. حالا یک مسئله دیگر را حضرت امام صاحب می فرمد که اگر همراه با نظر قسم هم خورده باشد، هم نظر کرده و هم قسم خورده که او روز عید را روزه میگیرد، پس باید چه کار بکند که روز عید روزه نگیرد؟ چرا ایام ممنوعه است، در این ایام روزه ممنوع قرار داده شده است، باید کفاره قسم خود بپردازد. کفاره قسم: ده مسکین را دو وقت غذا، اگر ایره نتوانستی ده مسکین در لباس، اگر ایره نتوانستی سه روز روزه. این کفاره قسم است. پیامبر خدا علیه السلام می فرمد که الا، آگاه باشین شما، لا تصومو فی هذه الایام، شما در این روزها روزه نگیرین. چرا؟ فانها ایام الاکل و شرب، این روزها روز خوردن و نوشیدن است. منظور پیامبر علیه السلام روز اول عید رمضان و سه روز عید قربان. روز اول عید رمضان و سه روز عید قربان، این چهار روز ایام ممنوعه است، ایامی هست که روزه گرفتن در این روزها حرام است. چرا؟ این روزها روزهای میمانی الله جل جلاله است و روزهای خوردن و نوشیدن است. انسان باید در این روزها غذا بخورد، اگر روزه بگیرد الله جل جلاله از او انسان ناراحت می شود. وقت افطار: امروز شنبه 17 رمضان، افطار 7:13، سحر 2:58. برادران و خواهران گرامی، شما می توانید که امشب تا 2:58 شما غذا بخورین، البته در شهر کابل و ولایت ها می توانند به اذان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم افطار بکنین و به اذان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم سری بخورین. برادری ما نشته کده که ذهین هستم از ولایت فاریاب، یک آیا با سوالی من این است که آیا آب بازی در دریا یا در حوض روزه را می شکند یا نه؟ برادری نهایت عزیز، نفس خود آب بازی منافات با روزه ندارد، یعنی آب بازی روزه را خطر وارد نمی کند، روزه را نمی شکند، اما به شرطی که از طریق دهن و از طریق بینی آب وارد معده نگردد. اگر کسی آب از بینی و از دهن خود کنترل بکند که داخل معدهش آب نرود، آب بازی با رمضان یا با روزه منافات ندارد. یا حمام کردن که یک انسان حمام بکند آب به سر روی خود بریزد، با روزه منافات ندارد. شما راحت می توانید که در دریا، در حوض، در حمام شما آب بازی کنین یا جانتان را بشوین، روزه تان هم درست است. برادری ما نشته کردن که در ماه رمضان 15 روز را قرآن می خوانم و بعد از ختم قرآن 15 روز تراویح می خوانم و این هم درست می شه یا نه؟ برادری گرامی، وقتی که عبادت می کنی مکمل عبادت کو. چرا؟
پیامبر علیه الصلاه و السلام از اول رمضان تا آخر رمضان تراویح خوانده. تو 15 روز تراویح را که ترک میکنی، پس این حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، این تحقق پیدا نمیکند. یکی از قیام شبهای رمضان تراویح است. منظور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراویح است که بعد تراویح را انسان بخواند از اول رمضان تا آخر رمضان. برادری ما نشته کده که حاجی عبدالستار است، مزورت فرا رفتن زنان به جماعت تبلیغی درست است یا نه؟ نه، غلط است، کامل اشتباه است. خانم ها به این خاطر پیدا نشدن که اونها بسترای خود بگیرن و به خانه مردم بروند. بدون محرم خانم ها سفر کردنشان حرام قطعی است و این وظیفه خانم ها نیست. خانم ها این کار را انجام باید ندهند و این ناروا و ناجایز است. برادری ما خیر محمد آهنگر از ورسوالی گوسفندی محترم، شما قرآن کریم را ترجمه و آوازش را از طریق رسانه گوش میکنم، درست است، اما آیات سجده را شما اگر بشنوین از طریق تلفن یا تلویزیون یا رادیو در نزد حضرت امام صاحبی اعظم رحمت الله علیه بالای شما سجده تلاوت لازم نمیگردد. یک شرطی سجده تلاوت است که از خود انسان باید انسان بشنود. اگر بیل فیل ما قرآن را خواندم و خودت شنیدی، خب بالای خودت هم سجده واجب میشه، بالای ما هم واجب میشه. اما اگر از صوتی و از مثلا نوار و از تلویزیون و از رادیو شنیدی، در نزد حضرت امام صاحبی اعظم سجده واجب نمیگردد. برادر گرامی، برادری ما شرف الدین شایق از دولت بادغیس نوشته کردن که دادن سرسایه از کدام وقت شروع می شود؟ بهترین وقت دادن سرسایه در ماه مبارک رمضان صبح عید است. صبح عید قبل از اینکه به عیدگاه بروی، وقتی که فجر طلوع کرد، یعنی وقت نماز بامداد و روز عید که نخت نماز آغاز شد، از این وقت تا ادا کردن عید، یعنی قبل از اینکه به عید بروی، باید تو سرسایت یعنی فدیه روزه تبو پردازی. اگر کسی پیش از او هم میپردازه درست است، اما وقتی وجوبش صبح طلوع فجر صبح عید است. صبح عید که فجر طلوع کرد، یعنی وقتی نماز صبح داخل شد، پس امی صدقه فطر واجب می شود. قبل از اینکه به عیدگاه بروی با صدقه فطر خود بپردازی به فقرا. خواهر ما نشته کرده، عاصمه هستم از برفک، من قرآن کریم را 25 بار خواندم و سجده را نکردم. پس سجده تلاوت در هر قرآن کریم، یعنی در هر ختم 14 سجده در نزد حضرت امام صاحبی اعظم رحمت الله علیه است. شما قضا بیارین، سجده تلاوت واجب است و واجب قضا دارد، شما قضا بیارین. برادر ایمان اشتکن عبدالحفیظ از فیض آباد هستم، اگر خانم به طرف شوهر خود گپ خراب و یا دشنام بده و از طرف شوهر به خانم گفته شود برو به کارم نیستی، آیا طلاق واقع می شود یا نه؟ همین الفاظ در نزد حضرت امام صاحب اعظم رحمت الله علیه دو طلاق وارد می شود. به می الفاظی که خانم را بگوید که برو کارت ندارم یا برو کارت نداره، برای از خانه یا اینجا جای تو نیست، برو خانه پدرت، به می دو طلاق وارد می شود. قبل از گذشت عده که 3 مادر روز است، اینها باید از سر نکاب بسته کنند. در حضور دو شاهد بار دوم نکاب بسته کنند، اینها زن شوهر می شوند. اگر ای که عده سپری شد و اینها نکاب بسته نکردند، اینها اجنبی می شوند و خانم از نکاح شوهر خارج می شود. برادری ما نشته کده که من از ولایت غزنی هستم و اگر کسی قرآن کریم یاد نداشته باشد چی حکم داره؟ حکمش همیسته که مسلمان باید قرآن یاد داشته باشد. قلبی که قرآن یاد نداشت او قبرستان است. پیامبر علیه السلام می فرمد که خانهایتان قبرستان نسازین، شما قرآن در خانهایتان تلاوت کنین. و قلبی هم که قرآن یاد نداشته باشه معنی ندارد، چرا؟ بدون قرآن نماز نمی شود. مسلمانی که نماز نخواند
او سبب خلقت خود درک نکرده. چرا؟ انسان آفریده شده برای عبادت و عبادت درست نمیشه بدون تلاوت. پس تلاوت که نکنی نماز نمیشود، نماز که نخوانده دیگه توی چی شخصیت و انسانیت شرافت داری؟ حتما باید مسلمان قرآن یاد داشته باشه، یک قسمتی از قرآن را، ولو که 10 سوره آخر باشد یاد داشته باشد و با او نماز بخواند. برادری ما نشته کردن که سوال من این است که اگر کسی گل را در رمضان بوی می کند روزه اش می شکند یا نه؟ نمی شکند، با بوی کردن گل روزه نمی شکند، شما آگاه باشین. اما گلی که زیاد بوی داشته باشه مکروه است، آدم باید استشمام نکنه و بوی نکند. اما نفس خود بوی کردن گل منافات با روزه ندارد و روزه را نمی شکند. برادری ما نشته کردن که عبدالهادی از ولایت تخار و ولسوالی ورسج و قریه ایمند است و سوال این است که یک نفر استنجا نکند دست روی کنند نمازش می شود یا نه؟ خودی استنجا در شریعت اسلامی حکمش سنت است، اما در صورت سنت است که یعنی نجاست حقیقی در بدن انسان نباشد. اگر در بدن انسان نجاست حقیقی دیده نشود خو استنجا سنت است، اگر ترکش بکنی هم وضوی درست است و اگر استنجا بکنی هم درست است. اما اگر قضیه طوری باشد که در بدن انسان نجاست حقیقی دیده شود، پلیدی در بدن انسان بوده باشد، در اینجا استنجا از سنت به فرض تبدیل می شود. چرا؟ یکی از شرطه های نماز پاک کردن بدن است که بدن چی باشد؟ پاک باشد. پس استنجا اینجا حکم فرض می گیرد و در این صورت اگر کسی استنجا نمی کند و وضو می کند به صورت قطع وضوش درست نیست و با او وضو نماز خواندن ناروا و ناجائز، اگر نماز بخواند نمازش باطل. ببینید شریعت اسلامی چی زیبا میگد که جسم انسان پلید باشد اونجا استنجا فرض است، حتما بعد استنجا بزنی باز وضو کنی. اگر جسم انسان پاک باشه استنجا سنت است، اگر ترکم بکنی وضو درست است. برادری ما عبدالاحمد از تخار و رسولی ورسج قدیه ایمن، سوال من این است که صحابه چی کسی را میگن؟ صحابه اشخاصی را میگن که در زمانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبر خدا ایمان آوردن و متباقی عمرشان را به ایمان سپری کردن، با پیامبر اسلام شیشتن، خیستن و دیدن و صحبت کردن با ایمان آوردن. اینها را صحابی میگن. باز تابعی کسی را میگن که صحابی را همین قسم دیده باشد و ایمان آورده باشد و از دنیا به ایمان رحلت کرده باشد. برادری مولک محمد از شمال ایران، شهید به پیشگاه الله چقدر دارد؟ بسیار مرتبه بلندی دارد. الله جل جلاله پیامبر گرامی علیه السلام در ارتباط شهدا پیشبینی های زیادی کردن، پیشگویی های زیادی کردن، بسیار مقام بلندی را الله به شهید در روز قیامت میدهد و کسی که در راه الله شهید شود و قبل از چکیدن قطره خونش به زمین الله جل جلاله تمام گناهانش را میبخشد. شهادت این قدر مرتبه دارد. برادری ما محیب الله از ایران، سوال من این است که کسی که روزه دارد و سریال تماشا میکند روزش مکروه میشود یا نه؟ سریال تماشا کردن در غیر روزه هم نادر است، در روزه هم نادر است. چرا؟ روزه تا زمانی به تمام معنا روزه است که چشم خود، گوش خود، زبان خود در کنترل داشته باشه. مثلا کسی که روزه میگیرد باید حرفی بد نگوید. کسی روزه میگیرد باید به سوی نامحرم نظر نکند. کسی روزه میگیرد باید صدای نادرست و حرام را نشنود. شنیدن صدای حرام یا گفتن الفاظ نادرست یا دیدن به طرف نامحرم، همی از اینها سببی کاهش ثوابی روزه میگردد. روزه نمیشکند، یعنی باطل نمیشود، اما ثوابش کم میشود. برادری ما نشته کردن که قرآنی کنه یا پارچه شده را چی کنیم و نماز تسبیح چه وقت خوانده میشود؟ نماز تسبیح وقت ندارد، هر وقت خواسته باشه میتوانی که بخوانی. و قرآنی که از استفاده برآمده به بحر انداخته شود، چون ما بحر نداریم،
پس به کوههایی که بسیار بلند باشه که هیچ رفتن حیوانات و انسانات به اونجا نباشد، در اونجا در یک تیکه انداخته دفنش کنین. و اگر ای هم میسر نباشه، به خاطر از ای که توهین نشه و سوزانده شه و خاکستر در یک جا در یک آب انداخته شه بهتر است. بیننده ما نشته که من یک بار طلاق را یاد کردم که دیگر در کار نمی روم، چی کار کنم؟ بیبی طلاق مشروط به هر شرطی که بگردد او شرط متحقق شود، طلاق واقع می شود. خودت که طلاق به شرطی نرفتن به کار مشروط کردی، اگر به کار رفتی یا نرفتی پس خانمت طلاق می شود. اما یک طلاق باز مشکل ندارد، پس رجوع که خودت خانم در آغوشت بگی، بگو تو خانم مستی، خانمت نگرده. برادر امام محمد شریف از هرات، دو ماه شده بابو من فوت کرده، حالا فامیلشان میخواهند بعید خرما بگیرن به جای شیرینی. نفهمیدم منظور چی است. با عرض خدمت، من عبدالرسول هستم از ایران، از منطقه اشتراکایی. نفهمیدم. برادران و خواهران گرامی درست پیام بنویسین تا خوانده شود. سلام، فرزانه هستم از شهر کابل. سوال من این است که من نامزاد هستم و پدرم میگه تا پیسه قلین پوره نتا دیدن نمیتانی. آیا گرفتن قلین گناه ندارد؟ لطفا معلومات دهید. خواهر گرامی، مهر حق مسلمی تو هست. خدا یکتا به تو عزت داده، به تو قیمت داده، به تو ارزش داده که وقتی کسی تو را به نکاح میگیرد باید مهر بپردازه. همین قلینی که تو میگی مهر است. او مهر ملکیت خودت است. خودت حق داری که از شوهرت بگیری. اگر تو خواستی بگیری هم درست، اگر تو خواستی نگیری یعنی بگیری باز بخشش کنی درست. اما پدرت این صلاحیت نداره که تا مهری قلین زیر نتی من نمیتونم. نه، اینجا حق مسلمی دختر مهر است. دختر باید خودش مهر بگیره، خودش ببخشه هر کار که میکند. اما پدر این صلاحیت را نداره که به خاطر مهر تر نگه بدارد. تو صلاحیت داره که به خاطر مهر تو شوهر خدا نخواهی و بگوی تا مهر من نپردازی عروسی نمیکنم. برادر ما فهیم محمدی از ولایت هرات، ولسوالی پشتون زرغون، سوال من این است. دیگر پیامت نیامده و خوانده نشد. و بیننده دیگری ما نشته کردن که از ولایت هرات، ولسوالی پشتون زرغون، این هم خوانده نشد. برادر گرامی سوالت دراز نشته نکنین که خوانده نمی شود. کوشش کنین کوتاه بنویسین و با معنا بنویسین تا درست خوانده شود. نشته کردن که میلاد هستم و از ولایت بغلان، شهر پل خمری. یک سوال دارم، آیا خانم ها با دختران جوان مریض ماه ماهوارشان در جریان ماه مبارک رمضان پیش بیایند، آیا می توانند روزه بگیرند، نماز بخوانند و ذکر الله جل جلاله را انجام دهند؟ لطفا پاسخ به این سوال حتمی است. خانم ها یا دختر خانم ها در معذرت شرعیشان ذکر کرده می توانند، ذکر الله را انجام داده می توانند، اون هم به آواز یعنی به قلبشان ذکر کرده می توانند، درود فرستاده می توانند که درود بفرستند، اما نماز خوانده نمی توانند و قرآن خوانده نمی توانند. بعد از خواندن قرآن از نماز بپرهیزند و دیگر ذکر الله جل جلاله را انجام داده می توانند، با پیامبر خدا علیه السلام درود فرستاده می توانند، اما ای هر دو را هم بدونی آواز باید انجام بدن، با صدای بلند نخوانن. برادر ما سیف الله، خوانده نشد پیامت برادر گرامی. حاجی ملا سعد از ولایت غور، قرآن کریم در 15 روز ختم میکند، دو پاره ترابی بخوانیم. درست است، گپی نیست، بخوانیم ترابی. محمد بصیر احمد هستم از بادغیس، یک سوال دارم. 4 برادر بودیم، دیگه پیام نیامده. کوشش کو پیام کوتاه نشته کن که نماز جمعه در افغانستان. خلیل از ایران، خشونت علیه زن میکند، خدا چی میفرماید؟
برادر گرامی، در اسلام عزیز ما شریعت اسلامی برای خانم ها حق بالایی داده و خشونت نیکی، بلکه یکی از خانم ها که مادری ما شما هست، الله می فرماید که ولا تقل لهما اف، به پدر مادرتان اف کلمیش استفاده نکنین. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 3 بار میگد که کسی که مستحق خدمت توست او مادرت است، باز باری 4 میگد که باز پدرت است. از اینجا مرتبه مادر ثابت شد که مادر که یک خانم است 3 مرتبه بالاتر از پدر حق دارد. اصل حق جایگاه را و عزت را شرف را شریعت اسلامی به خانم داده. ببینین نفقه خانم را، لباس خانم را و خرچ مصرف خانم را الله بالای شوهر انداخته. این خودش یک عزت است، یک حرمت است که مردها مکلف هستند به خانمهایشان نان و غذا بدهند، مکلف هستند که لباس بدهند، مکلف هستند که جای زندگی تهیه کنند. از این کرده برتر دیگه عزت کجاست؟ این نظام دموکراسی، این نظام عیاشی، این نظام غرب، این نظام کفار که میگه ما به خانم ها حق دادیم، دروغ میگن. اینها به خانم ها به عزتی کردن. خانم میگه که من مرد هستم کار میکنم، تو خانم هستی کار کو، بیار میخوریم شراکت. این شد حقوق زن. این خود حقوق زن نشد. این خود زن توهین شد. زن تحقیر شد. ما از لحاظ تشکل فیزیکی بحث کنیم، خانم ها عاجز هستن، خانم ها کمزور هستن، خانم ها جسمی لطیف دارن و مرده ها برعکس قوی هستن، جسمی محکم دارن. یک مرد طاقت مزدوری را هم دارد، طاقت شاقه‌کاری را هم دارد، طاقت کارهای شاقه را دارد که انجام بدهد، باز هم صحت سالم باقی بماند. اما یک خانم توان کار شاقه را ندارد که او بره و مزدوری کند و غذا بیارد و لباس بیارد. الله عادل است، الله عدالت در نظر گرفته. این جنسی مخالف که خانم است ایره پیدا کرده، گفته که تو برای لباست کار نکو، برای غذایت کار نکو، برای مسکنت کار نکو. شوهرت میدانه به تو لباس آوردن، شوهرت میدانه به تو غذا آوردن، شوهرت میدانه به تو خانه تهیه کردن. حالا ما از شما پرسان میکنیم که آیا این عزت است برای خانم، یا ای که خانم ها بروند سر چوک استاد چوانه کار کنن، او برای خانم ها عزت است؟ کدامش عزت است؟ من که میروم و در دفاتر کار میکنم و کارهای شاقره میکنم، یک خانم هم همین کار را بکند، آیا این کار به خانم عزت شد یا به عزتی شد؟ به عزتی شد. یک طفلکی که مثلا پدرش برش بگوید که تو هر مصرفی که داری از قلم و کتابچه و کالا و لباس، هر چی که میخوای میبرد میتونم تو درس بخوان، و فرد دیگری برای طفلش بگوید که تو یک انسان هستی، برو اونجا مزدوری کو، قلم بخر، کتابچه بخر، کتاب بخر، لباس بخر، غذا بخر، درس بخوان. از این 2 فامیل کدامش طفل خدا عزت داده؟ اولی عزت داده، اولی گفته که من لباس برات میتم، کتابچه میتم، قلم میتم، مصرف میتم، غذا میتم، تو درس بخوان. دومی به طفل خود عزت نداده. حالا خانم اسلام گفته که من به تو لباس میتم، من به تو غذا میتم، من به تو مسکن میتم، من به تو مصارف میتم، تو فقط زندگی کن. اما کفار به خانم چی میگه؟ میگه نه، تو یک انسانی، من یک انسان، برو کار کن، من کار میکنم، تو کار کن که تا زندگی کنی. پس وقتی که ما توجه بکنیم، زن اسلام عزت داده، اسلام برش حرمت داده، مثل که او فامیل اولی به طفلک خود عزت دادن، حرمت دادن، همین قسم اسلام عزیز به خانم عزت داده و حرمت داده. میگه تو پادشاه واری زندگی کو، مرد میدانه به تو لباس آوردن، مرد میدانه به تو غذا آوردن، مرد میدانه به تو جای زندگی تهیه کردن. برادران و خواهران گرامی غلط فهمی نکنین، بزرگترین مقام زن در اسلام دارد و بزرگترین عزت زن در اسلام دارد. از چوکات اسلام که خارج شویم، چوکات حیوانیت است، چوکات چارپایی بودن است، چارپایی بودن است. همین زندگی کفار و همین حقوقی که کفار به خانم داده،
این عین توهین خانم است، عین بی‌عزتی خانم است، عین بی‌عفتی خانم است. پس کسایی که روی هم رفته خوش میشوند که کفار به ما حق داده، اشتباه بزرگی را مرتکب میشوند. خدا به شما حق زیاد داده. یکی از خانم ها مادری ماست که الله میگه ولا تقل لهما اف، کلمه اف به مادرت نگویی که باز ما زبانت میبرم از بیخ. و دیگرش کی است که مادر مان است، الله میگه که سه پیامبرش میگه سه بار تکرار میکنه که مستحق خدمت مادرت است، مستحق خدمت مادرت است. پیامبر علیه السلام میگه که جنتی که خدا آفریده زیر پای مادرت است. چی معنا؟ در خدمت مادرت است. حالا بررسی کنیم که اسلام به خانم حق زیاد داده یا نظام کفری حق زیاد داده. نه، اسلام حق زیاد داده، اسلام قدر و عزت به خانم داده، به زن اسلام جایگاه داده. اما اینها به عزت ساختن، اینها به عفت ساختن، اینها ذلیل ساختن، اینها خار ساختن. یک انسان که طفلش غذا نده، برو تو بچیم خودت غذا پیدا کن، خودت لباس پیدا کن، خودت برات زندگی، برای خود زندگی پیدا کن. و باز از طرف دیگه ادعا کنه که ما سه مساوات داریم در زندگی ما، بچای من خودش غذا پیدا میکنه و خودمم غذا پیدا میکنم. و این کسی که طفلکش بسیار به عزت و به حرمت و به شفقت و مهربانی در خانه برش لباس تهیه میکنه، غذا تهیه میکنه، تمام مصارف شمیته، ای باید ادعا کنه که ما برای طفلم خدمت کردیم، ای باید ادعا کنه که ما به طفلم عزت دادیم، حرمت دادیم. اسلام عزیز اصل حرمت به خانم داده، اما کفر خانم را ذلیل ساخته، بی عزت ساخته، بی عفت ساخته. با وجودی که جسمی لطیف داره، با وجودی که قوی فیزیکیش ضعیف است، باز هم پروایش نداره، میگه مرا واری کار کو، مرا واری زحمت بکش، مرا واری زندگی کو، فقط یک شریک اتاق همراهید ما زندگی میکنم. حالایی که اسلامی را نمیپذیرد، تمامی مصاریف اسلام برای شوهر انداخته و خانم گفته که تو پادشاه واری زندگی کن. حضرت آدم علی نبینا علیه السلام را خدا یک تا که از جنت کشید، گفت متوجه باش که باز اگر اونجا رفتی، باز این نعمت که از دست گرفته شد، اگر از این درخت تو خوردی، تو را از جنت من میکشم. باز میگه که فتشقا، تو بدبخت میشی. وگرنه منطق جواب میکد که فتشقا کلمه تثنیه ذکر میشد، باید میگفت الله که اردود بدبخت میشی. چرا حضرت حوا از امرای حضرت آدم بود؟ مگر الله به حضرت آدم خطاب میکنه که فتشقا، تو بدبخت میشی، از جنت که بکشم تو بدبخت میشی. همه علما از این خطاب الله جل جلاله استنباط میکنن که ببین که مصاریف زن بالای مرد گذاشته شده. خدا یکتا گفته که فتشقا، تو به عزت و بدبخت میشی. چی معنا؟ برای خودم لباس پیدا میکنی، برای بی بی حاجی حضرت هوا هم تو غذا پیدا میکنی، برای خودم لباس پیدا میکنی، برای اوم لباس پیدا میکنی. فتشقا، تو بدبخت میشی. برادران و خواهران گرامی، اصل عزت، اصل حرمت برای خانم اسلام عزیز داده. ایایی که ادعا میکنن اینها دروغوی هستن، اینها نواده های کسایی هستن که خانم ها را زنده به گور کردن و در ضمن ازی که زنده به گور کردن و فریب میتن که ما به شما عزت دادیم. اینها به عزت کردن خانم ها را، اینها به عفت کردن خانم ها را، و اسلام به خانم ها عزت داده. برادران و خواهران گرامی، جهان سپاس که تا حال در برنامه با ما بودین. تا فررسیم برنامه های بعدی، شما را به الله یکتا می سپارم. خدا حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.